مرسی، سال نوتون مبارک. ولاد یه 3-4 روزی هستش. بله. از طرف لس آنجلس اومدم دبی، یه توقف داشتم و بعد اومدم دوشنبه. بله. زنده. بچه‌ها چند سالشون هستش؟ آقا سامان که 11 سالشه، سارینا 9 سال. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. سامان جان بیا اینجا بشین، نزدیک‌تر باش به ما. بیا سامان جان. چند سال شما تشریف دارین تاجیکستان؟ من واقعیتش تقریبا 18 سال تاجیکستان هستم و زندگی میکنم. بله بله. شما بودم اینجا کار میکردم. بله بله. اما بچه ها تقریبا سامان تمام یک ساله بود اومدین. سینان تقریبا دو سه ماهی بود اومدین اینجا. آخه. آره ما دیگه اینجا مستقر هستیم. ماشاءالله. آدم هر جای دنیا خونه ید. حالا نه که تفاوتی باشه در تصویر بزرگتر، ولی خونه ایرانی که آدم میره یه بوی و حال و هوای ایرانی رو داره. من نمیدونم این چه حسی هست، من کاملا در اومدم تو انگار اومدم خونه خودمون. یعنی واقعا اون بو و اون هوا بود، اون یک دکوراسیون، یه چیز، یه جوری انگار تیستای ایرانی ها ماهای مقداری شبیه همه. حالا من خونه های تاجیکی هم رفتم یکم در گذشته، البته حالا باید الان بریم با هم ببینیم چطوریه، ولی دکوراسیون ها کاملا معلومه که یه فضای ممکنه متفاوت داره نسبت به ایرانی. ولی من یه چیز جالب دیگه که متوجه شدم، خیلی لهجه ایرانیایی که در تاجیکستان زندگی می‌کنن لهجه تاجیکی گرفتن. هر جایی که شما باشی لهجه محیط رو می‌گیری. بله. اما اینجا جوری هست که چون خیلی نزدیکه، از 100 تا کلمه 10 تا کلمش تاجیکی، بقیه‌اش که مشترکه. بله. از اون احساس نمی‌شه. دومی که خب به حال ما که با دوستای تاجیک صحبت می‌کنیم، برای ایجاد احساس نزدیکی بیشتر به زبون نزدیک‌تر به تاجیکی صحبت. آه، براو. خب این هست. اما خب بعضیا این رو لهجه بیشتر رفته توی ذهنشون، زبانشون، ولی خب نرفته. بله، یه دوستی ما داریم، سعید خان، اصلا ماشاءالله شما میگفتید اصلا لهجه نداره. اکسنت نداره. اصلا، اصلا. شما چند تا بچه دارید؟ من 3 تا فرزند دارم، 2 تاشون دوقلوان و الان 2 سال و 3 ماهشونه، جونا و ایلایجا، و یه دختر دارم که اون دانیلا هست اسمش و 10 ماهشه الان. شما چند تا فرزند؟ ما هم 3 تا دارم. سه تا. جدی؟ ماشاءالله. دختر یا پسر؟ 2 تا دختر، 1 دونه پسر. اسم دخترم از منیژه، پسرم محمود جان میگیم، دختر کوچولوم ساناز اسمش. اسم آره. ماشاءالله. چند سالشونه؟ بزرگه که 13 سالشه، کوچولوش 7 سالشه، پسرم هم 11 سالشه.